خبر امروز مهور نیازی. سلام، صبحت بخیر. امروز 22 مهر ماه مصادف با 13 اکتبر روز سه‌شنبه است و وسط هفته است. امیدوارم که محکم ادامه بدیم تا آخر هفته و مشکلات زندگی رو یک کوچولو پشت سر بذاریم. ممنونم از حمایت همیشگیتون از رسانه خودتون، همین صفحه‌ای که میبینید کوچولو، ولی دمتون گرم. خبر امروز هامیش شما هستید، هامیش تو نوعی هستی که این ویدیو رو لایک میکنی و برای من کامنت قلب میذاری، تشکر میکنی، کلاس میپیچونی، نمیدونم از معلمت میگی، به هم گیر میدی، سوتیامو میگیری، هر کاری که میکنی تو در نقش یک حامی هستی، فقط دیسلایک نکنی. خدمتتون عرضم که دیروز یه پستی من آماده کردم، راهنمای خرید لپتاپ، 38 دقیقه است، بسیار کامل، از بازه 9 میلیون تومان تا 55 میلیون تومان. فردا شب آپلود میشه، قرار بود دیشب آپلود بشه، نشد، دیگه افتاد توی سیری که بعد ابتدا ویدیوهای دیگه آپلود بشه. یه دونه میز لپتاپ معرفی کردم دیشب، چیز جالبیه، برید ببینینش اگه قصد دارید لپتاپ بخرید. یه دونم امروز در مورد محافظهای برق ویدیو تولید میکنم. بعد از اینها میریم سراغ راهنمای خرید. تصور کن ابتدا راهنمای خریده بعد میومد، بعد این دوتا ویدیو، حالا این دوتا اومدن بعدشون میاد. زدن دکمه سابسکرایب، بعدش زدن زنگوله، بعدش زدن دکمه آل خیلی خوبه و جزو واجبات این کاناله، چون که باعث میشه هر ویدیویی که میذارم شما هم اون رو ببینید و از دستش ندید. میگم بیا این بر خیلی دوری. جرعه نوشیدنی گرم با هم بزنیم و بریم ویدیو رو شروع کنیم. بابا یکمی هم سیبیل هم نوشیدنی گرم زن. بریم خبر اول. گوشی های جدید 5G سامسونگ ارزون تر از همیشه. سامسونگ از میان رده جدیدش و ارزون ترین میان ردش که 5G رو پشتیبانی میکنه رونمایی کرده و اون گوشی نیست جز گلکسی 42 که یک گوشی میان رده ارزون تر از A51 5G. این گوشی 5G رو پشتیبانی میکنه، چیپستش 750G هست، چیپست جدیدیه که به تازگی کوالکام معرفی کرده. به نظر میاد که این چیپست از 730G به کار رفته در پیکسل 4A قوی تر باشه، اما از چیپست 765G به کار رفته در پیکسل 4A 5G و وان پلاس نورد ضعیف تره. از نظر مشخصات این گوشی نمایشگر 6.6 اینچی داره با پنل بسیار کارآمد سوپر امولد و محبوب سامسونگ. طراحی نمایشگر قطرآبیه که داخل قطره آب یک دوربین سلفی 20 مگاپیکسلی قرار گرفته. در پشت هم 4 تا دوربین داره، دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی، دوربین خیلی عریض 8 مگاپیکسلی، دوربین ماکرو 5 مگاپیکسلی و حسگر عمق میدانی 5 مگاپیکسلی. پنل پشتی طبیعتاً پلاستیکی، مدرج از 4 درجه تغییر رنگی داره. 4 یا 8 گیگابایت حافظه رم داره، 128 گیگابایت هم حافظه داخلی که با کارت حافظه میکرو اس قابل ارتقاست. دیگه چیزی از جا مونده باشه بگم؟ باتری 5000 میلی آمپر ساعتی هم داره و تمام. حسگر اثر انگشت هم زیر نمایش کرده. اما قیمت این گوشی $455 که نسبت به گلکسی A51، گلکسی A51 5G $45 ارزون تره. امکان شخصی سازی هرچه بیشتر ویندوز 10 بسته به کاربری شما. با توجه به روند شخصی سازی ویندوز، مایکروسافت به فکر یک اقدام جدیدتر افتاده که از این به بعد بسته به کاربری شما، محیط ویندوز، اپلیکیشن های دم دست تغییر میکنن. حالا در مورد اینی که محیط ویندوز هم بخواد تغییر بکنه اطلاعی ندارم، اما داستان از این قراره که از این به بعد وقتی شما ویندوز نصب میکنید از شما میپرسه که کاربریتون چیه؟ استفاده خانوادگی دارید؟ دانش آموز هستید؟ گیم میزنید؟ کریتیویتی دارید؟ مثلا اهل نوشتن و یادداشت برداری هستید یا پروداکتیویتی دارید؟ مثلا اهل استفاده از نرم افزارهای تولید ویدیو، عکس، اینجور چیزا هستید و بسته به اون کاربری که شما دارید به نظر میاد که یک سری نرم افزارها رو دم دستتون قرار میده. البته این تغییرات هنوز اعمال نشده و هنوزم مشخص نیست دقیقاً چی کار میخوام بکنم، ولی به هر حال این جزء
مگس. ولی به هر حال این جزء آپشن های بعدی ویندوز خواهد بود. میگن چرا خبر فارسی نمیگی؟ چرا از ایران خبر تکنولوژی نمیدی؟ به خاطر اینکه همش ناراحتیه، همش غم و غصه است، همش دزدیه. میخوایم بشنوین تا براتون بگم. فاش شدن اطلاعات 30,000 کاربر در وبسایت جعلی مشابه سجام. بعد میگن خبر فارسی بگو. چه قاطی کردم. یکی از مهمترین روش‌های سرقت اطلاعات فیشینگ. پلیس فتا امروز خبر از لو رفتن اطلاعات 30,000 کاربر اینترنتی در یک وبسایت جعلی مشابه سایت سجام داد. این 30,000 نفر از خدا بی خبر و ناآگاه توی سایتی ثبت نام کردن چیزی شبیه به سجام. بعدش از بین این 30,000 نفر حساب بانکی 1,400 نفر لو رفته و از حسابشون در مجموع 10 میلیارد تومان پول گرفته شده. حالا البته پلیس این افراد رو دستگیر کرده، سارقین و این کلاهبردارها رو، و تیمشون 7 نفره بوده، افرادی بسیار آگاه به فناوری اطلاعات، و اینها تونسته بودن یک وبسایت جعلی درست کنن چیزی شبیه به سجام و با تکنیک های SEO اون رو در صفحه اول گوگل در رنگ بالاترین سایت ها قرار بدن تا وقتی که کاربر میخواد در سجام فعالیت بکنه و ثبت نام بکنه مستقیم بره تو سایت اونها به جای اینکه بره تو سجام اصلی. زنده باد ایرانی. آفرین. خبر دارم داغ تازه ناراحت کننده ترسناک. زنده موندن ویروس کرونا روی سطح گوشی تا 28 روز. محققان انجمن علمی استرالیا خبر از توانایی عجیب و غریب زنده موندن ویروس کرونا روی سطوح صاف و فلزی دارند، مثل سطوح گوشی موبایل و اسکناس. در جریان باشید که قدرت زنده موندن ویروس کرونا روی این سطوحی که گفتم از آنفلانزا هم بیشتره. آنفلانزا 17 روزه و این ویروس لعنتی 28 روز. تحقیقات این گروه نشون داده که قدرت زنده موندن این ویروس نسبت به دیگر ویروس ها خیلی بیشتره. این در حالیه که ویروس کووید 19 روی سطوح پارچه و سطوح خلل و فرجدار تنها 14 روز زنده میمونه، اما روی سطوح صاف 28 روز. البته این تیم آزمایشاتش رو در دمای 20 درجه به دور از نور خورشید و نور یووی و فضای محیط زندگیمون انجام دادن و با یک شرایط آزمایشگاهی خاص تستش کردن. اینا رو گفتیم که چی بشه؟ که به ضد عفونی کردن گوشیتون و رعایت اصول بهداشتی خیلی بیشتر از قبل دقت کنیم، چون ماها عادت داریم تا یه چیزی برامون تبدیل به عادت نشه تا یه مدتی که به همون در گوشمون میگن انجام میدیم، بعدش فراموش میکنیم. اما یه راهکار رو بهتون بگم اصولی برای ضد عفونی کردن گوشیتون. پاشیدن الکل مستقیم به گوشی باعث خرابیش میشه، میتونه باعث خرابیش بشه. شما بیاید الکل رو به یک دستمال پارچه پنبه بزنید، کمی صبر کنید تا رطوبت اولیه الکل بره، اون خیسیش بره، مثلا حدود 35 ثانیه 30 ثانیه، و بعد شروع کنید سطوح گوشیتون رو دست تمیز بکنید. در جریان باشید منافذ باز گوشی مثل حفره اسپیکر، میکروفون، جک هدفون، حواشی که بر اثر استفاده زیاد چسبشون باز شده، اینها خیلی راحت الکل رو به خودشون جذب میکنن. اینجاها رو با دقت بکشین. تمام. مگه من LG G4 ندارم؟ تازه قاب پشتشم مدت هاست وصل نمی کنم. این چرا زنده میمونه؟ اصولی. بنچمارک گوشی اوریو با چیپست اگزینوس 1080 در صدر انتوتو. کمپانی انتوتو خبر از اولین نتایج از یک گوشی داده که تو لیست بنچمارکاش پیدا شده. چیپست این گوشی 5 نانومتریه و توسط تیم اجرایی سامسونگ به وجود اومده، ولی برای عرضه شدنش خیلی زوده. اما همین اطلاعات درک شده در انتوتو اطلاعات خیلی جالبیه. حالا گوش بدید. سی پی یو این گوشی از هسته های کورتکس A78 و A55 بهره برده که قوی ترین هستش تا 3 گیگاهرتز اوورکلاک میشه. 3 گیگاهرتز. امتیاز بیش از 181,000 سی پی یو به کار رفته در اگزینوس 1080 به کار رفته در این گوشی نشون دهنده اینه که از سی پی یو به کار رفته از چیپست اسنپ دراگون 865 به کار رفته در نوت 20 پلاس 5G خفن‌تره. چه عدد گفتم.
در حالی که یک سری از بنچمارک ها خبر از این میدن که اسنپ دراگون 865 پلاس به کار رفته در آر جی فون 3 عملکرد گاهن بهتری از نوت 20 اولترا داره، این سی پی یو عملکردش از آر جی فون 3 هم بیشتره. اما در مورد جی پی یو بهتون بگم، جی پی یو به کار رفته در این دستگاه مالی G78، تعداد هسته هاش هنوز مشخص نیست، اما طبق اطلاعات بنچمارک که عدد حدود 300,000 به دست آورده نسبت به شیائومی میدیه اولترا که چیپست اسنپ دراگون 865 پلاس داره 20% جی پی یو سریع تر داره. خب این نشون میده که این چیپست جدید اگزینوسه که برای سال 2021 قرار استفاده بشه و اولین گوشی که قرار از اون بهره‌وری داشته باشه به احتمال زیاد ویوو X60، پرچم‌دار جدید برند ویوو. حالا باید ببینیم که اسنپ دراگون کوالکام برای سال 2021 چیپست جدیدش که احتمال زیاد نامش اگزینوس 875 چه عمل کردی داره، ولی به نظر میاد که امسال سامسونگ تونسته فاصله رو برخلاف سالهای گذشته و خصوصا همین سال 2020 کمتر بکنه یا گیر به گیر ریدش کنه. نکته جالب این افشاگری نام گوشی هست که ازش نام بردیم، اوریون. جالبه این دستگاه با اندروید 10 عرضه میشه، نمایشگر 120 هرتزی، رم 8 گیگابایت، حافظه 512 گیگابایت و سیستم ذخیره داده UFS 3.1. امتیاز به دست اومده این دستگاه در بنچمارک 693,600 که امتیازی بیشتر از ایسوس ROG فون 3 هست. امتیاز ایسوس 642,600. اینتل با معرفی سی پی یو گیمینگ جدیدش AMD Ryzen رو سپرایز کرد. امروز برای خرید یک سیستم گیمینگ شما باید پول خیلی هنگفتی هزینه کنید یا برید تو کلاس اقتصادی خرید کنید که فوق‌العاده عملکرد خوبی دریافت میکنید. خصوصا اگر آدم قانعی باشید از خریدتون خیلی راضی خواهید بود مثل من. خدمت شما عرض کنم که اینتل یک CPU جدیدی معرفی کرده با نام Core i3-10100F، یک CPU فوق‌العاده اقتصادی با عمل کردی بسیار خوب برای اونهایی که عاشق سیستم های گیمینگ هم. این CPU هنوز به صورت رسمی معرفی نشده و در لیست دیتابیس محصولات اینتلز آرک قرار گرفته، اما همونطوری که سایت تامز هاردویر افشا کرده این CPU 4 هسته ای هستش با فرکانس 3.6 گیگاهرت تا بوست شده تا 4.3 گیگاهرت. قیمت اون فقط 79 تا 97 دلاره و یک پیشنهاد بسیار خوب برای اونهایی که به دنبال خرید یک سیستم گیمینگ اقتصادی هستن قرار داره. این CPU با مصرف انرژی بسیار پایینی که داره 65 وات TDP Thermal Design Power نگرانی برای خنک کردنش هم نداره. دقت بکنید پسوند F به معنای اینه که Integrated Graphics یا گرافیک آنبورد نداره. البته اونی که سیستم گیمینگ میخره یک کارت گرافیک هم خریداری میکنه، مثل من نیست که نزدیک به یک سال از کارت گرافیک اینتل 630 HD استفاده کردم و راضیم بودم، فورتنایت هم بازی میکردم باش. الان اونهایی که طرفدار برند AMD هستن چشم انتظارشون به رایزن 5000، اما مطمئنن تا زمانی که این CPU با چیپ های جدید زنسه عرضه بشه اینتل برای خودش حسابی از این CPU 1000F برای خودش ریز ریزکی فروخته. خب خبر امروز تموم شد، اما یه سری نکته ها رو بگم. توی راهنمای خرید لپتاپ واقعا تا رنج خیلی بالای شما به سیستم خوب دسترسی پیدا نمی‌کنید، اما مثل همین سی پی یو اقتصادی من یه پیشنهاد خیلی ویژه براتون دارم که توی اون ویدیو بهش اشاره می‌کنم، پس حتما فردا شب منتظر باشید تا این ویدیو آپلود بشه. تا اون روز و هر روز دیگه حامی خبر امروز، حامی این صفحه کوچیک باشید، اهورنیازی رو حمایت بکنید، کانالم کوچولو کوچولو رشد بکنه. من خیلی چاکر شما، امیدوارم روز بسیار خوبی داشته باشید. ارادتمند اهورنیازی.